نیروها و جریانهای چپ به ویژه آنان که خود را رادیکال میخوانند و میدانند چه طرح و برنامه و پروژه‌ای دارند که در مدار بزرگ تحولات جاری و در متن و نه در حاشیه رویدادها قرار گیرند و نقش ایفا کنند. امروز در استکهلم چند تن از اعضای رهبری چند تشکل و نیروی چپ و کمونیستی در یادمان کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 و اوجان در تابستان 67 در مراسمی که از سوی کانون زندانیان سیاسی ایران در تبریز برگزار می شود در ساعت 5 است در هسپیتاله از آسیبای آن کشتار هولناک در جریان‌ها و نیروهای و سازمان ها و احزاب خود سخن خواهند گفت. با حمید تقوایی از حزب کمونیست کارگری و حسن اسلام از سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر کمیته مرکزی به گفتگو خواهیم پرداخت، به خصوص درباره خود جریان های چپ، نقششون در تحولات آتی، با نگاهی بگذشته نچندان دور که تاریخ سراسر جدایی ها و انشعاب بوده است و در حال و آینده چه برنامه ها و پروژه هایی دارد. من بسیار سپاسگزارم از حضورتون در استودیو. آقای حمید تقوایی خیلی خوش آمدید. آقای حسن صفی خیلی متشکرم. من هم متشکرم. از برنامه امروز شروع بکنیم که قرار از شما سخنرانی بکنید درباره آسیبایی که و تاثیراتی که کشتارهای دهه 60 در جریان های سیاسی مختلف گذاشته، به خصوص در سازمان های چپ. آقای تقوایی شما چه خواهید بود امروز در اون جلسه؟ خب این موضوع وسیعه که از چند نظر میشه بهش پرداخت. من اینجا فقط تو وقت کمی که هست به این اشاره میکنم که اون کشتار و جنایت و هولناکی که ما شاهدش بودیم در دهه 60 از طرف جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، در واقع یک یورشی بود برای زدن ضربه نهایی به انقلاب 57. چون به نظر من انقلاب 57 با قیام تموم نشد. انقلاب 57 ادامه داشت. بعد از قیام شوراها همه جا بودن، جنبش کارگری فعال بود، دانشجوها خصوصا دانشجوهای چپ فعال بودن، زنان اعتراض داشتن از همون موقع به حجاب اجباری، کردستان انقلاب رو ادامه میداد و تسلیم نشده بود و همینطور به خصوص کارگران بیکار با خواست ها و اهداف برحقی که داشتن فعال بودن. مجموع اینها نشون میداد که انقلاب داره ادامه پیدا میکنه و جمهوری اسلامی در واقع ناگزیر بود برای حفظ خودش و برای حفظ قدرتی که تازه به دستش افتاده بود انقلاب رو سرکوب کنه. و کشتار دهه 60 به نظر من اساس و علت پاییش این بود، یک یورش نهایی بود بعد انقلاب و خون پاشیدن به انقلاب و متاسفانه جمهوری اسلامی تونست این کار رو بکنه و این ضربه رو به انقلاب بزنه. به نظر من در یک متن پایه‌ای میشه انقلاب میشه کشتار دهه 60 رو بر این مبنا توضیح داد. و آقای صاحب عرض کنم که من در واقع در ادامه صحبت رفیق عزیزم حمید تقوایی میخوام عرض بکنم که همینجور که ایشون با اجزا شمردند، این ما در بعد از قیام در یک حالت قدرت دوگانه بودیم، یعنی مردم به خانه باز نمیگشتن، مطالباتشون رو تاکید میکردن و مطالباتی که مردم تاکید میکردن با اون چی که ضد انقلابی که بر شانه انقلاب متناقض سوار شد متناقض بود. اینو در ساده ترین کلمه خمینی حل کرد، گفت مردم برای نان خربزه انقلاب کردن، ما برای اسلام عزیز. بنابراین دو تا جهت، دو تا نگاه بین اونهایی که بر گردی انقلاب نشستن و بین نیرویی که مردمی که انقلاب کرده بودن بود. بنابراین برای حل این قضیه که مسئله بسیار مهم بود، از همون آغاز رژیم جمهوری اسلامی شروع کرد به سرکوب. از همون آغاز، از فردای در واقع پیروزی قیام، پایه های شکست انقلابش از آتش زدن کتاب فروشی ها بود، از ایجاد گروه های سرکوب فاشیستی بود که از جمله همین آقای بهزاد نووی یکی از همون داردسته ها بود که بعد رفتن سپاه پاسداران تشکیل دادن و الان هم اصلاح طلبن. یعنی تمام این اصلاح طلبان امروز که خط امامی های امروز بودن
قبل از اینکه ساختار جدید پیدا کنن اینا در موج‌های متفاوتی در تمام شهرهای ایران به سرکوب دست دارن. من نمیخوام پرچارگی کنم، میخوام بگم بنابراین این نکته که گفته میشود اگر شب 30 خرداد مجاهدین مسلح نمیشدند، اونا اشتباه کردن، بس چه بدن میکنیم. یعنی جنگ پرشتاب در اون شرایط اشکال داشت، مال پیکار اشکال داشت، بخشی از پیکار که اونم الان وقت بحثش اینجا نیست، بعدش شاید توی میزگردی که در خدمت رفقا حوجه خواهیم داشت توضیح بدیم. فضا به گونه ای بود که سرکوب رو چاره ناپذیر میکرد، برای اینکه رژیم هم میخواست خودش رو مستقر کنه، دو تا هدف داشت، هم دفاع از مالکیت مقدس بود، هم دفاع از اسلام مبتدی و شیعه اثناعشری ولایت مطلقه صدورش. بنابراین این جنگ بین نیروی انقلاب و مطالبات مردمی و نیروی زنده انقلاب در هم شکسته مطالبات اجتناب ناپذیر و 30 خرداد نقطه اوجش بود. یعنی در واقع همچون که ایشون گفتن به درستی و من 100% نظر منم هست، اونجا دقیق کاملتر بخون کشه، ولی قبلا این خوریزی ها بود، کردستان بود، فلان که ایشون گفتن. من روی دو عرصه دیگه میخوام با شما گفتگو بکنم. خواهشم اینه که هر چه که ممکنه کوتاه‌تر پاسخ بدید. یکی راجع به این مسائل روز ایران هست، یکی هم راجع به خود جریان‌های چپ، پروژه‌های مختلفی که هست و اینها. در این حال بعد از گفتگوی من راجع به این دوتا محور دیگه که باقی مونده، دوستان شنونده هم یک فرصتی هست، میتونید زنگ بزنید مستقیما آقای تقرایی یا آقای نسام، اگر شما هم سوالی دارید مطرح بکنید. به نظر می‌رسید تغییر رویه‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در صورت می‌گیره، در جایی که یعنی بعد از انتخابات ریاست جمهوری روحانی داره میره مجمع عمومی سازمان ملل، گفته که اختیارات تام داره برای مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای ایران، و خامنه‌ای هم از نرمش قهرمانانه سخن گفته. آیا این تغییر رویه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست؟ به نظر من در این تردیدی نیست که با دوره احمدی نژاد متفاوت سیاست ها و روی کرده حکومت، بس سر این نیست به نظر من، بس سر این که چرا اینطوره، چه اتفاقی افتاده، چه شرایط سیاسی باعث شده کلون به این صورت ما شاهد این نوع تغییرات هستیم. خیلی ها میگن خب روحانی اومده، روحانی خطش این بوده و سیاست جدید ایشون ظاهران آورده، و بعد میگن خب خط رفسنجانی، خط رفسنجانی دست بالا رو پیدا کرده و غیره. من فکر میکنم قضیه برعکسه. من فکر میکنم اومدن روحانی خودش نتیجه یک بنبست ها، تناقضات و بحران همه جانبی بود که جمهوری اسلامی بهش دوچار شد. اینکه یک روحانی از صندوق بیرون اومد و نه مثلا جلیلی یا نمایندگان دیگه اصولگرا، این به کل رژیم تحمیل شد، شرایط ایجاب میکرد، هم از نظر اقتصادی به خصوص و هم از نظر سیاسی اجتماعی رژیم کاملا در تنگنا بود، خودشو تحت فشار میدید. بارها به اسم فتنه بزرگ، فتنه بزرگی که در راه هست بهش اشاره کرده بودن. به این ترتیب بنابراین برایند این نیروها و این فشارها باعث شد که اون جناحی که بالاخره نوعی تغییر رو، تغییر در چارچوب نظام البته، حفظ نظام، منتها تغییراتی در حفظ نظام، این در خود جناح حکومت دست بالا رو پیدا کنه، به طوری که دیگه نتونن صندوق سازی بکنن یا به صلاح خودشون نبینن که صندوق سازی بکنن. و به این ترتیب نظام انتخاب روحانی برایند بنبست‌ها، تنگناها و ناتوانی‌های حکومت بود در برابر مسائل اجتماعی اقتصادی، به خصوص در اثر تحریم‌ها، و اینها به این نتیجه رسیدن که دیگه اون خط دوره احمدی نژاد قابل ادامه نیست. یک نکته دیگه هم این بود که خط احمدی نژاد در واقع خط جناح اصولگرا بود، خط خامنه‌ای بود، خط رسمی جمهوری اسلامی همیشه این بوده، از دوران خمینی تا امروز همیشه حرف آخر رو بالاخره ولی فقیه و جنایش میزنه. این ولی فقیه 8 سال فرصت داشت در دوره احمدی نژاد که یک تازی بکنه، و نتیجهش اونی بود که همشون حتی اصولگراها به این معتقد بودن که ما به جایی نرسیدیم و سیاست ها شکست خود. اگه یادتون باشه در جریان انتخابات همین انتخابات اخیر جمعیت روحانی، اصولگراها نتونستن به قول خودشون به اجماع برسن، قول هیچ کسی نتونستن به اجماع برسن، بخاطر اینکه چنان تناقضات بود، چنان
مسائل بود که مجبور بودن بیان واگذار کنن به کسی خارج از اصولگرا. حالا اگه بتونی کار بکنه در این خط رسمی وقف افتاده یا تغییر الان شده. الان به نظر من نوعی تمکین داره میکنه، نوعی کوتاه. البته خب اون به اصطلاح دو آتشه هاشو مثل شریعت مداری، مثل نمیدونم جنتی، اینها هنوز جنتی تو همین نماز جمعه باز هارت و پورت خودشو کرده، حرفاشون رو میزنه، ولی سیاست عملی دیگه رو اون خط نیست. ببینید این شکل به نظر احمدی نژاد که کنار زده شد به اون صورت افتضاح، به اصطلاح همه ازش رو گردوندن تو دل خود رژیم، در واقع داشتن به ولی فقیه میگفتن، یعنی جنگ نیابتی بود، جنگ با احمدی نژاد، به ولی فقیه میگفتن که دیگه اون خط پیش نمیره. خامنه ای هم الان از نرمش قهرمانانه به قول شما صحبت کرد، از اون طرف دیدم توی مصاحبه روحانی چند روز پیش قبل از سفرش به نیویورک گفته بود من اختیار تام دارم، یعنی از ولی فقیه دارم، و این خیلی فرق میکنه تا دوره خاتمی تا دورهای دیگه. دورهای دیگه فرقش این بود که این جناهای به اصطلاح اصلاح طلب اومده بودن که باز اون دوره هم رژیمو از تنگناها نجات بدن، ولی موقعیت رهبر یا ولایت فقیه خیلی قوی تر بود از امروز. امروز ولی فقیه هم فهمیده که باید کمی فضا رو باز بذارن، اینا بازی کنن. این یه جنبه است. یک سوال اساسی تر اینه که آیا میتونن، آیا ممکنه؟ به نظر من تو دراز مدت و از نظر استراتژیک اصلا ممکن نیست. ممکنه مسکن اختلاف بله، ولی بله. اون یه بحث دیگه. حالا امیدوارم بعدا تو صحبت بشه. آیا این تغییر رویه حکایت از چی داره؟ یا این صحبت‌های خامنه‌ای رو آنها؟ عرض کنم که در همین تلویزیون برابری از جمله ایجر که هست، من یا با شما یادم نیست، من چندین بار گفتم که انتخاب روحانی یک وفاق بود. ارزیابی من اینجوریست. خوشحالم از اینکه حمید طباخ یک بخشی از تحلیلشون نگاهشون رو من احساس اشتراک میکنم کاملا، الا این زاویه کوچک که البته جناح به اصطلاح اون آدمخوار اصولگرا میخواستن که جهتاشون رو به پیش برن، ولی جامعه‌ای که در حال انفجار بود، انزوای بین‌المللی از یک سو، نان سفره خالی نیروی کار و زحمت، خطر انفجارات بزرگ در پیش داشت، و هیچگاه در تاریخ حکومت اسلامی ولی فقیه اینقدر منزوی و اینقدر لگدمال شده از طرف خودیها نشده بود، به زبانهای مختلف بی اعتبار نشده بود. سر همین جریان دفاع از احمدی‌نژاد و بعد پس گرفتن و بازی‌های کرم شاید بودیم. در چنین وضعی روحانی که بود، روحانی نماینده ولی فقیه بود در تمام این سالها در اشکال و وظایف مختلف و یکی از آدم‌های پایه‌ای به استراتژیک امنیتی رژیم بود. بنابراین بر سر روحانی وفاق صورت گرفت. از نظر من بر سر روحانی وفاق آگاهانه صورت گرفت برای دو چیز. یکی برای پایین آوردن درگیری با غرب، پایین آوردن فتنه اتمی و خفه کردن جنبش انقلابی، خفه کردن در واقع جلوگیری از اشتعال ناخواسته انفجار توده‌ای. بنابراین دقیقاً انتخاب روحانی در خدمت این قضیه بود و عواقبش رو که می‌بینیم از جمله اون چه چیز گفتید صلح امام حسن نام برده بود، بله، نرمش قهرمانانه، اینا به نظر من تمهیدات لحظه‌ای خلق و ساعه نیست، بلکه اینا ناشی از یک سیاست گذاری ریال پولیتیکیست. رژیم در جهت حفظ منافع و بقای خودش دنبال میکنه. این اختیار تام هم البته ما میبینیم که بستگی داره، خیلی موارد ما دیدیم عکسش هم بود، اتفاقا تو همین راه من میامدن رفیق بیروز، رفیق عزیزم بیروز فراوانی رو همین نکته هم یک تأکیدی داره که من با او توافق دارم. ولی فقید از شرایطی که هر لازم تو قاعده بازی رو به هم بزنه، قبلا هم زده، یعنی الان منافع اینها ایجاب میکنه در این که درگیری تنش با غرب رو بیارن پایین، تو منطقه خودشون رو معقول نشان بدن، از این بر این نمایشی باز از یک فضای تنفسی ایجاد کردن. به نظر من تمام این تمهیدات از یک سو شکست سیاست های سوپر ارتجاعی بوده که رفیق طباخی به دقت گفتن، من تکرار نمی کنم، احمدی نژاد و سید علی خامنه‌ای، از سوی دیگر ترس از انفجار عظیم توده‌ای که همه ارزیابی میکردن میتونه سرد شرایط بشه، باشد یک سیاست تعامل مدارا در شکل هست. این تعامل و مدارا میخوام این نکته را عرض کنم، در به تمام میکنم، در خدمت نان به سفره نیروی کار زحمت آوردن یا آزادی
رو تأمین کردن نیست، بلکه میگذاره دور بخواه. من چنین که اون سالی که تقوایی گفتن که میخوام که اونم بپردازه، در این حال این سیاست یه منظری دیگه نگاه کنیم، به نوعی میخواد به سازش با غرب برسه، خطر جنگ رو از ایران دور میکنه، مسئله تحریم ها رو تخفیف میده. آیا میشه گفت خب این در صورت میتونه برای و به حال مردم مثبت باشه؟ شما مثلا فکر میکنید که این دستاورده دولت‌های رفاهی که بورژوازی غرب پذیرفت از به خاطر دل خودش بود؟ 300 سال مبارزه کارگران مجبورش کرد که عرض کنم که به یک سری تمکین و تندر بده. مطالبات نیروی کار زحمته، ممکنه به شکل خاموش ببینیم، ممکنه این مطالبات مطلقاً در شکل سنفیش ببینیم، اقتصادیش ببینیم، ولی این کینه انباشته شده و عرض کنم که نفرت انباشته شده از بی‌حقوقی اکثریت مردم، اون چیزی که فقط من و شما و ایشون می‌بینیم، خود رژیم جمهوری اسلامی که منافع معین تر داره دقیقاً می‌بینه. بنابراین این از دل اون قضیه در نمیاد. بدیهی است که این عقب نشینی از جمله فشار اکثریت مردمان ایران هم هست، نیروی کار زحمت هم هست، منتها این به شکل اگر کلیشه ایش نگاه بکنیم اسنادش ضعیفه، ولی به شکل محتوایی نگاه کنیم کاملا میتونیم این فشار و این خطر پایین رو ببینیم که بالاییار رو سعی کرده در یک فضای آرامسازی به یک معقولیت به اصطلاح بکشانه برای حفظ خودشون، همچون که ایشون گفتن این انتخابات و این داستان ها که بله. آیا تقوایی شما پاسختون با این سالی که مطرح کردم چه به نظر من بعضی ها به عنوان جامعه زر یاد کردن؟ خب ببینید همین خود جامعه زر در اثری چی بود؟ درسته. همون ختم جنگ ایران و عراق در اثری چی بود؟ که به اصطلاح این جامعه زر داره میگه، رژیم داره میگه با اکراه پذیرفتم، داره میگه به من تحمیل شد. الانم دقیقاً همینه. الانم باز الان داره خامنه ای داره میگه بله نرمش قهرمانه، از اون طرف میگه نمیشه اعتماد کرد، مواظب باشید غیره. ببینید داستان اینه که هر نوع تغییری در هر حکومتی بنظرم، فقط هم جمهوری اسلامی نیست، به طریق قلعه جمهوری اسلامی و حتی در همین قلبش هم همینجور که الان رفیقون حسن اسوام گفتن، در قرم هم وقتی شما میبینید که اصلاحاتی میشه، رفرمهایی میشه که به نفع مردم میشه، این مستقیم و یا غیر مستقیم تحت فشار اعتراضات، مبارزات، نارضایی هاست، یا به طور بالفعل یا ترس از فورانش در آینده، که برای جمهوری اسلامی هر دوش هست، بالفعلش رو دیده مدام جامعه، همین امروز مدام مثلا جنبش کارگری خیلی فعاله، جنبش زنان خیلی فعاله، جوانان نمیپذیرن، اینو رژیم میدونه، این رو میدونه جامعه در حال انفجاره و این باعث میشه که تغییراتی بده که از نظر رژیم حفظ خودش و حفظ نظام به قول خودشون و حفظ قدرت و امروز باید گفت حفظ مایملک، دزدی‌ها، غارت‌ها، چون دیگه به نظر من رژیم جناح دیگه فقط سیاسی نیست، جناح مستقیما برمیگرده به موقعیت و به اصطلاح مکان سیاسی اجتماعی که هر دار و دسته‌ای داره برای بخور و به چاپ و ببر و تقسیم مال و اموال و پول نفت چطوری تقسیم میشه و غیره. این سر این دعواها اینها دارن سیاستو پیش میبرن، ولی اون چیزی که زیر همه اینا باید دید، چون تاریخ رو مبارزه بین بالایا نمیسازه، تاریخ مبارزه بین پایین و بالا است، توده کارگر و توده زحمتکش در مقابل طبقه حاکمه، طبقه حاکمه بین خودش دست به مانورای میزنه، این جناح یا اون جناحش میاد، تو خود آمریکا حزب دموکرات میاد جمهوری خواهی میاد، تو انگلیس توریا میان کارگر میاد، این اتفاقا میفته، ولی اون زیرا که نگاه میکنید میبینید جامعه و اینا میخوان بالاخره رام کنن، آروم نگه دارن، به انقیاد بکشونن و همین اتفاق است که در جمهوری اسلامی میفته. من میخوام بگم به نظر من این حرف که دوره با دوره احمدی‌نژاد هیچ فرقی نکرده اینن همه، خب این واقعی نیست، اینو کسی نمیپذیره از شما، دوره اینطوری نیست. سوال اینه که چرا اینطوری شده؟ مردم باید چه درسی بگیرن؟ از نظر ما بس بر سر کارگرا زحمت چون توده مردم، به نظر من مردم باید این درس رو بگیرن که یک، هر اتفاقی اگه 1 میلیمتر به نفع ماست، این دستاورد ماست، از بالا کسی به ما لطف نکرد. ببینید که آقای روحانی چون یه دین نتیجه رو میگیرن که چون این تغییرات به نفع، من دیدم مقالاتو درست بود، به روحانی رای دادیم، اگه همه جامعه میرفت به روحانی رای میداد این تغییرات رو نمیداد. اون عده‌ای که رای ندادن، اون عده‌ای که میدونن در حال انفجارن، باید شدن این مانورا رو بدن. این یک، مردم باید اینو بدونن، انعکاس قدرت خودشون رو در این تغییرات بدونن، و دو بدونن که این تغییرات هیچی نیستن، هر میلیمتری رو باید استفاده کنن برای اینکه کیلومترها جلو برن. یعنی از دعواها، از اختلافات، از این نرمش قهرمانانه مردم باید استفاده کنن برای اینکه انقلاب قهرمانانشون رو پیش ببرن. این دو نتیجه رو باید ازش بگیرن.
پیش از اینکه به آقای احسان برسیم، شما این سال رو در این حال طرح کردید، نتیجه این چی میشه؟ اینکه موفق خواهد شد این سازش واقعا؟ به نظر من در کوتاه مدت و تاکتیکی تغییراتی از احتمال این کم نیست که تحریم ها مثلا تخفیف پیدا کنه یا حتی تموم بشه. ولی سوال اینجاست، مگه بیکاری و گرانی و فقر با تحریم ها شروع شد؟ مگه سرکوب و کشتار با تعداد دوره رفسنجانی، دوره خاتمی، دوره خود همین ولایتی و خود خامنه‌ای که رئیس جمهور بود، در تمام این دوران فقر بود، زندگی زیر خط فقر بود، بیکاری بود، بیحقوقی بود، اعدام ها بود، کشتار ها بود، اینها سر جاش هست، شاید بیشتر هم بشه. بنابراین تحریم ها ممکنه تخفیف پیدا کنه، ولی رابطه با غرب، من عقیدم اینه که از نظر هویتی جمهوری اسلامی ضد آمریکایی گری یه پایه حفظ خودش در ایران، نه فقط در منطقه. اگر قرار، من همیشه این مثال میزنم، اگر قرار نباشه حجاب زنان مشت محکمی بر دهان شیطان بزرگ باشه، چرا باید زنان حجاب سر کنن؟ به خاطر امام جعفر صادق؟ کسی به این خاطر حجاب؟ اینا اومدن اسلامی معنی سیاسی ضد آمریکایی و در برابر به اصطلاح غرب ستیزانه بهش دادن. هر درجه که با غرب اینا بخواد روابطشون رو عادی کنن، به نظر من تیشه به ریشه خودشون دارن میزنن، نه به خاطر اینکه غرب میندازه توشون، برعکس غرب شاید بیاد پشتشون، به خاطر اینکه مردم از اون فضا استفاده میکنن، دیگه بهشون مهلت نمیدن. اینو خامنه‌ای بارها گفته سر پروژه اتمی اگه کوتابیان، پس فردا میان میگن دموکراسی، پس فردا میان میگن حقوق بشر. کی اینو میگه؟ آمریکا که اینو نمیگه، آمریکا که پشت پینوشه هم بود، به این حرفا کاری نداره. مردم باید رژیم بگه فه، مردم میگن فرزاد. بحث سر اینجاست و به نظر من یک تناقض پایه‌ای داره جمهوری اسلامی. رژیمی که خودش رو با هویت ضد آمریکایی تعریف کرده، هر درجه تخفیف در این ضد آمریکایی گری پایه‌های اجتماعیش رو سست می‌کنه. متشکرم آقای تقوا. آقای احسان نتیجه چی خواهد؟ من می‌خوام که قبل از پیش از سوال آخری که از رفیق تقوایی کردید بگم که در زندگی سیاسی فرصت‌های استثنایی به وجود میاد. در زندگی سیاسی جنبش‌های اجتماعی عرض می‌کنم، نه افراد و گرایش‌ها. فرصت کجاست؟ مناقشه بین بالایی‌ها که ناشی از فشار پایینی بوده، مانورهایی رو در واقع به نمایش می‌گذارند که بستری است برای تعرض مردم. اگر امروز جنبش‌های اجتماعی طبقه کارگر در رأسش و متحدینش به میدان نیان و مطالباتشون رو با صراحت به صفت خودشون تمام قد نه اتمیزی شده مطرح نکنن، که ای وقتشه. تردید ندارم که این به میدان افتاد. من به خودم اجازه ندارم از اینجا به کسی بگم، به نیروی بگم لنگش کن، ولی همه منطق ها، داده ها اینه نشون میده که فرصت تاریخی شاید کوتاهی، تاکید میکنم شاید کوتاهی، به وجود اومده که نیروی کار زحمت باید تمام قد به میدان بیاد با طرح مطالباتش، سر تشکل‌های مستقل، سر عرض کنم که مطالبات صنفی و جنبش روشنفکری و هم بیاد رو سر مطالبات آزادی‌ها و دموکراسی و اینا. این نقطه ایست که رو مساف پایینی‌ها به بالایی‌ها و عقب نشینی بالایی‌ها تا حد مقدور رو برای نفس کشیدن جنبش انقلابی و بالنده‌تر شدنش و برای اون نیروهایی که در توانگر شکستن اون نیروها، و این فرصت استثنایی است. از دست دادن این فرصت استثنایی و محافظه‌کاری جنبش های اجتماعی در این لحظه به نظر من نتایج مخربی برای به تعویق انداختن شتاب جنبش انقلابی داره. اینجا وقتی است که همه باید آستینه‌هاش بالا بزنن و البته هزینه‌هاش هم باید بپردازن. من بارها گفتم در دوی کلمه تمام میکنم، از قام تا این انقلاب جمع انقلاب با بارده که نان هر باید تقسیم نمیکنن، بالاخره ما یکی رو میگیرن، یکی فرار میکنه، یکی رو متاسفانه کشته میشه. ولی من منظورم این قیام و مسلحانی نیست، بردن مطالبات سریع بی واسطه به میان مردم و از خود رژیم خواستن، نه با تار و با همین تمام قد خودشون. این اون چیزی است که ما بایستی از این فرصت استثنایی استفاده بکنیم. دومین نکته در یک 30 ثانیه که پاسخ سوالی که رفیق حمید عزیزم گفتن، اونم این است که آره، منم نظرم این است که میتواند در تحت شرایط معینی که الان قرار داره، هم غرب در موضع قوی نیست، هم جمهوری اسلامی در موضع قوی نیست، به یک سری سازش ها برسن و تحریم ها شکسته بشه و اینا، خود اینها فرصت
تعرض و مردم رو باید دوپی دنبال داشته باشه و به هیچ وجه منم باشو کامل نبقیدم و تاکید دارم که رو نقطه تاکید کنم که به هیچ وجه این عقب نشینی از دل ذات خیرخواهانه و تعامل به نفع مردم نیست. این عقب نشینی آگاهانه در خدمت استقرار بیشتر پایه های خود رژیمه تا فرصت خفه کردن انقلاب رو بیشتر به دست بیاره. من به یک محور تازه میپردازم، از بحث سیاست خارجی و سیاست روز در ایران میگذاریم، میرسیم به خود نیروهای چپ. الان چپ در کجای کاره؟ چه پروژه هایی داره که در مدار بزرگ حرکت کنه، نه در حاشیه تحولات؟ چون در این حال تاریخ در طبیعی، تاریخ این 20 سال گذشته، نه البته در میان فقط چپ بلکه حتی در میان کل اپوزیسیون و جمهوری اسلامی، یعنی گروه بندی های اپوزیسیون، مثلا جمهوری خواهان، اصلاح طلبان، سلطنت طلبان، اونها هم به مانند چپ ها تاریخ جدایی ها و انشابات بوده. ما حالا چون شما با شما دارم صحبت میکنم، منظور جریان ها و نیروهای چپ هست. در میان چپ نگاه کنید، چندین کومله هست، در میان حزب کمونیست کارگری چندین حزب کمونیست کارگری هست، راه کارگر چندین راه کارگر وجود داره، فدایی که بسیار متنوع، چندین فدایی وجود داره، یعنی این گروه بندی های مختلف چپ بود. از طرف دیگه صحبت از تلاش و عزم برای تاثیرگذاری روی تحولات و حتی رهبری این تحولات می شود، در حالی که یا اتحاد می شود، در حالی که این صحبت ها میشه ولی انشعابات و جدایی هاست، چقدر میتونه اعتماد ایجاد بکنه نزد مخاطبای جریان های چپ؟ آقای تحولی ببینید، این خب این باز سوال وسیعه و وقت شاید بیشتری میخواد برای توضیح همه جانبش. تو همین فرقه کوتاه من دو سه نکته اشاره میکنم. یکی وقتی از چپ صحبت میکنیم تو دو ساعت به نظرم باید در نظر گرفت. یک چپ سازمانی متشکل متحزب هست به اصطلاح که اسم هویت داره، همین گروه هایی که نام بردید و غیره. یک چپ اجتماعی هست که لزوماً متشکل و سازمانی یافته نیست ولی وجود داره در جامعه و جریان وسیعی هم هست و به خصوص در چند سال اخیر بعد از اوجگیری بحران سرمایه‌داری در ساله 2008 عواقب سیاسی اجتماعی اون که به صورت انقلابات، جنبش نمیدونم اشغال در غرب، انقلابات منطقه و غیره دیدیم، این چپ اجتماعی به نظرم در یکی از موقعیت‌های استثنایی تاریخی هست. من همیشه مثلا جنبش اشغال رو با این جنبش اشغال میدیم اومد و رفت، ولی همون اوجی گرفت اینطوری نیست که میاد در تاریخ هست میشه. این تاثیرات و عواقب سیاسی خودش رو داره مثبت به نفع کارگر، به نفع مردم. به نظرم در غرب من همیشه این مثال رو میزنم که جنبش های چپ خیلی داشتیم، اوجش مثلا هیپیز به دهه 60 بود، حالا من و شما یادمون هست اون موقع جز جوانمون دوره بودیم که ضد جنگ ویتنام بود یا ضد سلاح‌های اتمی بود، یعنی غیره. جنبش اشغال ضد کل سیستم بود، به قول خودشون 99% در واقع 1% بودن. اینو میخوام بگم که در همین غرب هم چپ یک به اصطلاح احیایی شد، یک در یک مدار دیگه قرار گرفت. به طریق اولا در کشورهای انقلابی، کشوری که شده انقلاب بودیم در خود ایران و غیره، یک نسلی هم هست دیگه این موضوع، یک نسل جوانی اومده که به معنی عمیق کلمه چپه ولی لزوماً آدم مارکسیسته، آیا به گروه‌های پیوسته، آیا سازمان یافته است، نه اینا نیست، ولی پایه اجتماعی وسیع داره. از این نقطه نظر من میخوام بگم چپ جلو اومده به نحوی که حتی مثلا ما میبینیم که را تریبون رو نمیدونم نیوزویک و غیره میان اشپیگل عکس مارکس میزنه پشت جلدش، میگم مارکس بازگشت. میخوام میگم توی همه سطوح یه احیای اینطوری صورت گرفت. ولی سوال یک بخش دیگه هست، بحث چپ متشکل، چپ متعظم که شما دارین میگید که تاریخش تاریخ انشاباست و نکاتی که گفتید. مسئله اینه که این دوتا درسته که تو دو سطحن ولی کاملا به هم مربوطن. به نظر من سوال اینجا میذارم، آیا این چپ متشکل و متعذب این چپ اجتماعی جدید رو میبینه و میتونه با شابطه برقرار کنه؟ اگر این کار رو بکنه، بحث وحدت، بحث کنار هم قرار گرفتن، بحث در به قول شما در یک مدار بالاتری در محور جامعه قرار گرفتن، اینا رو میتونه جواب بده.
وگرنه مثل خانواده میمونه، یک عده روشنفکرانی که در خودشون مشغول بحث و گفتگو هن، معمولا هم متاسفانه معیارهاشون، ارزیابیهاشون، تحلیلهاشون پا در گذشته داره. یعنی با همون سیستم فکری مثلا 20 سالگی من و رفیقمون نوجوانهای بوده، با اون حساب ها مرزبندی دارن، موزگیری دارن که من بهش میگم بیشتر موزگیری ها و مرزبندی های ایدولوژیک، و که اینها برای نسل امروز چپ مثلا جواب نیست. نه مثلا امروز چپ مسئلهش دیگه شوروی و چین و تضاد عمده و کی جلوتره کی افتاده این حرفا نیست، بحثای امروز دنیاست. و این چپی که اینطوری پادر گذشته داره، به نظر من اگر جواب این چپ امروز نده، یک متاسفانه یک انفصال، یک تقطیع تاریخی خواهیم داشت که پرونده یک نوع چپ دهه 60 دهه 70 من بهش میگم بسته میشه. در خود غرب هم اینطوریه، در خود شرق هم اینطوریه. این یه نکته اساسی به نظر اشتباه بدید. ولی اجازه بدید خیلی خلاصه سر سوال مشخص شما سر انشابات من میخوام بگم، همونطور که گفتید فقط مال چپ نیست، همه گروه هست. این به نظر تا حد زیادی طبیعیه که خیلی از سازمان ها به خصوص وقتی در اپوزیسیون موندنشون طولانی میشه، وقتی یه دهه دو دهه سه دهه سازمان در اپوزیسیون هست، اختلاف نظر پیش میاد، جهتگیری های مختلف پیش میاد، جدایی هم پیش میاد. میخوام بگم توی سطحیش اشتباه ناپذیر حتی طبیعی هم هست، توی سیاست بالاخره اینا پیش میاد. در احزاب حاکم هم شما میبینید، در احزاب پارلمانی غرب هم میبینید فراکسیون ها و جناح های مختلف پیش میاد. ولی به نظر این همه مسئله توضیح نمیده. تا حد زیادی من فکر میکنم این انشعابات و جدایی ها جنبه های ایدئولوژیک داره. همون جدایی از اون پایگاه اجتماعی چپ اجتماعی که گفتم باعث میشه که بر اساس مرزبندی های صرفا نظری ایدئولوژیک صورت بگیره، که من فکر میکنم این قابل نقده. من فکر میکنم شخصا فکر میکنم باید بشینن چپ ها این تاریخ رو بررسی کنن، عمیق بشن توش، ببینن آیا واقعا اجتناب ناپذیر بود این انشعابات، این جدایی ها. به نظر من فکر میکنم که جوابش اینه که نخیر، همش اجتناب ناپذیر نبود. و چه شرطی رو من میذارم برای اینکه بگیم با چه معیاری باید حرکت کنیم؟ من شرط پراتیک اجتماعی میذارم. ما یک بحث در اسم خودمون داشتیم به اسم اصالت پراتیک، و گفتیم مارکسیسم و کلا کمونیسم بر سر عملکرد اجتماعی و به اصطلاح پراتیک هست، نه بر اثر نظر. نظر بعدن میاد، اصالت با پراتیک هست، با عمل هست، با مبارزه هست. اینکه اون مبارزه چه توری رو میخواد، چه استراتژی میخواد، چه حزبی میخواد، این نتیجه قضیه هست. و اگر این رو محور بذاریم، به نظر من از نظر عملکرد و پراتیک ببینید چپ خیلی نزدیکتر از این چیزیه که خودش فکر کنه. متشکرم آقای احسان. شما ببینید کلیدی ترین نکته مهم این است که چپ رو یک بخش بزرگی از کادرهای این جنبش رو که شاه نکشت جمهوری اسلامی کشت، یک بخش عظیمتری مهاجرت کرده، کنده شدن از محیط زیست برای این چپ که ما معروف شدیم به چپ سنتی، این چپی که ما باشیم، این نیروهای متشکلی که ما باشیم، که البته بیش از ما نیروهای متشکل، نیروهای چون دوست ندارن بگن منفرد، ما میگیم مستقل. چپ مستقل تعدادشون از ما نیروهای متشکل بیشتره، که همش هم اگر از ضعف ها و اشتباهات ما نبود، بخش قابل توجهی از اشتباهات سازمان های ما بود. ما وارث یک فرهنگ معینی از چپیم. حالا میخواییم پروسوویتیک بوده باشیم، ماویست بوده باشیم، اول خوشویست بوده باشیم، هر چی ایستیکی بوده باشیم، تهش ما با فرهنگ روسی در این جنبش شرکت کردیم. ما احزاب مختلف با تمهای مختلف، ما تحمل و مدارا نداشتیم، ما هر اختلاف نظر رو بلا فاصله به انشعاب کشاندیم یا به اخراج کشاندیم. ظرفیتی این که اینو به این نقطه برسیم که چپ در درون یک سازمان سیاسی، تا زمانی که اون چارچوبای اصلیشونو زیر پا نذارن، بیاد بگه که سرنگونی انقلابی از پایین، نه بریم از بالا داد و ستد کنیم، یا سوسیالیسم، نه اون دیگه چپ نیست. منظورم اون چارچوبای اصلی رو کاره دارم، ولی از اون چارچوبای بسیار نه، در هیچ حوزه ای مبارزه نظری خلاق را برای نزدیک شدن ترجیح ندادیم، ساده ترین کار را کردیم، انشعاب اخراج. این خطا را ما کردیم، نه فقط حزب کمونیست کارگری کار را کارگر کرد،
این به یک فرهنگ بیرون از ما در سطح جهانی هم متاسفانه این اتفاق افتاد. آبل مرغونش به ایران هم رسید که ماها وارثانش باشیم. اما بزرگترین حادثه مسئله امروزه، حالا که نمیتونیم با یک ماچوبوس یا یک صلوات همه بشیم توی یک کیسه، که این که خیالات حرف علیکی هم هست، اما ما گفتمان هایم الان من و رفیق تقوایی جا نشستیم، مخاطبین ما الان در میابن که در همین حوزه بس چند درصد با ما هم توافق داریم. خیلی با هم توافق داشتیم، یعنی این فقط من و این رفیق نیستیم، بسیاری از این احزاب کمونیستی چپ نکته های مشترک برای زدن دارند. پس اینها قادرند یک گفتمان مشترک رو به میان نیروی کار زحمت ببرند، نه گفتمان این فرقه اون فرقه، این دکان اون دکان، که ویژگی ماست، ما همه یه چپ هست با عرض معذرت، از جمله راه کارگر، به طور ویژه راه کارگر که برای سوء تفاهم ایجاد نشه. ما پس بایستی تلاش کنیم که به گفتمان مشترکی برسیم که خیلی حجمش زیاده، بدون که ماسمالی کنیم اختلافات ما را، بتونیم اختلافات ما در نهایت رفاقت، نه برای حذف، برای نزدیک شدن به یک مسافه نظری در علنی در خیابان در بی جلوی چشم عکسات ما دو بذاریم. اون چه که چپ را ضعیف میکند امروزه گفتمان های بورژوایی در طیف بندی های مختلف در برای مزد حقوقیان هست، هزاران رسانه بزرگ امپریالیستی و وابسته به امپریالیستی برای مغزشویی کارگران و زحمتکشان و اکثریت مردمان ایران هست. چپ با غارغارک های کوچکی بیشتر امکانه داره، ما میتونیم این صداهامون رو بزرگتر کنیم. من بذاریم شما هر دوستتون برای روز کسانی بودین که نقش کلیدی داشتیم توی تشکیلات ها، درست؟ شما الان گذشته نگاه میکنی یا تقوایی شما پشیمونین از اون انشابه یا نه نقش شما چی بوده؟ ببینید اگر مشخصا کنوز کارگری رو بگیرید، خود تشکیل حزب کمونیست کارگری که تحت شرایطی بود که از حزب کمونیست ایران جدا شد، اون تنها انشعابی بود که اون موقع دوره منصور حکمت بود و من هم جزو کادرهای بودم که با منصور حکمت جدا شدم و خیلی از کادرهای که الان حزب کمونیست کارگری هم. اون تنها موقعی بود که ما انشعاب کردیم. بقیه انشعابا رو که خیلیش بعد از اولا تو خود دوره که منصور حکمت هم زغیل حقیق بودی که اتفاق افتاد که یه دو منفرده تعداد زیادی جدا شدن و بعد انشاب دیگه که بعد از اون اتفاق افتاد، انشاب از حزب ما بود علارغم اینکه من شخصا شما پرسیدید تمام پافشاری این بود که اجتناب پذیره لازم نیست، میتونن این دو نظر توی حزب باشن. ببینید یه موقعی هست، من همونطوری گفتم یه موقعی هست اختلاف سیاسی هست که دیگه حتی شما یه اطلاعی مشترک نمیتونید بنویسید، یعنی فلج میشه به اون معنی حزب. اون هم تازه راه داره، فراکسیون میشه درست کرد، نشریات مختلف میشه درست کرد، ستونای چرا اینقدر نکردیم؟ من از کسی انشاب نکردم، این رو توصیه کردیم و این رو اجازه هم دادیم. با این حال اونهایی که رفتن تشخیص دادن که دیگه نمیتونن در این چارچوب بمونن. حزب مشخص ما اون انشابی که پیش اومد که به صلاح حزب حکمتیست ازش نتیجه شد، برای چندین ماه، شاید بیشتر از 6 ماه میتونم بگم، عملاً فرج بود بالای حزب، به خاطر اینکه ببینید بعد از مرگ منصور حکمت که یه بحثایی پیش اومد، ما برای چند ماه این بحثا رو حتی در به کمیته مرکزی نبردیم. الان یه دی از رفقا میگن که اشتباه همین بود، باید شما بحث رو میبردید توی حزب و همه درش شریک میشدن، ولی اون موقع بالاخره با به اصطلاح مصلحت اندیشی به اصطلاح اون دوره و اینکه برای اینکه وحدت رو حفظ کنیم، ما حتی بحث رو بیرون نبردیم. بعد که بحث رو بیرون بردیم، هدف که من داشتم و رفقایی با هم موافق بودن این بود که اجازه بدید همه کادرها متوجه بشن که بحث ها سر چی هست، که برای اینکه بتونن در انتخابات ها در تصمیم مسئولیت ها تصمیم گیری درستی بکنن. این اساس حرکت ما بود، ولی رفقایی که جدا شدن تشخیص دادن که دیگه تو اون چارچوب نمیتونن کار کنن. بایستم شما من که سازمان خود ما را از جمله نقش خود ما را محکوم میکنم در تندر دادن به سه انشعاب بزرگی که اصلا ما را داغون کرد و هیچ کدام اینا انشعاب های اجتناب ناپذیر نبودند، میدونید
این از یک فرهنگ که چپ دمو بندازه کافی دموکرات نبوده به دقیقاً تنظیم ظرفیت شنیدن نظر مخالف در یک چهارچوب در ماها ضعیف بوده است. یعنی اون چیزی نکته ای که آقای تقوایی میگن وقتی فلج میشه نمیشده خب میشد روابط جوری تنظیم در ایشو حالا خودشون گفتن راحت اینا همه راحت داشت ما حالا ایشو میگه شما از ایشون پرسید که ما فراکسیون داشتیم عزیزم ما فراکسیون را در سازمان ما رسمی کرده بودیم حالا در هر سازمان ما هر دو بخشش فراکسیون به عنوان یک امر پذیرفته شده است میدونید که ما اونجوری رهبری هم الان نداریم شما چون اول گفتید ما دفتر سیاسی دبیر اولی رو 20 سال پیش تعطیل کردیم یعنی اون نگاه میخوام تو گیومه بگم امیدوارم رفیقی کسی چیزی اون چیزی که ما عنوان استالینیسم یعنی نگاه کردیم در تئوری حزب اون بخش بعدیش مخصوصا نقد کردیم بر همون اساس خودمون رو تحول بخشیدیم متناسب با نگاه جدیدتر و با این حال ظرفیت نداشتیم عزیزم ظرفیت نداشتیم مخالف خودمون رو تحمل کنیم دو راه حل بیشتر جلوی ما نذاشتیم یا اونقدر فشار آوردیم که طرف برود بیرون یا انشاء بشه بنابراین ولی اینا همه اجتناب پذیر بود اگر ما بپذیریم که در چارچوب یک قاعده بازی ما یک وقتی در کنگره اول سازمان ما مبانی تنظیم کردیم مبانی برنامه یعنی عضو سازمان ما متعهد نیست که همه از سیر تا پیاز برنامه رو قبول کنه یه چارچوب مبانی گذاشتیم تو بالاخره در همچه کسر ماشین دولتی سمادی رو میپذیری تو کسب خودت سیر طبقه کارگر رو میپذیری تو و دولت نوکمون رو میپذیری بنابراین یه مبانی گذاشتیم در سه بند آزادی بگذاشتیم این بشود قاعده بازی اما در حوزه دیگر از آزاد باشه که خلاقانه فکر کنه بده و بگیره از تشکیلاتش ولی در لحظه عمل من خودم را شلاق میزنم برای که به دیگر هست تو تمام نشه این فرهنگ مسلط حالا این در درون این جریان سیاسی بود در میان خود چپ چه همکاری صورت میگیره یعنی یک الان شاید برای اولین دفعه باشد که چند تن از سرشناسان جنبش چپ از خانواده‌های مختلف اونم در رابطه با یک موضوع دیگه نه موضوع همکاری‌های صرفا خودشون کنار هم جمع شدن در انظار عمومی قرار گرفتن از طیف‌های مختلف تاوانی نبوده هیچ پروژه مشخصی هم نیست که این چپ بخواد با هم همکاری بکنه یه پروژه‌ای صورت گرفت چندین جریان شد همینجا الان آقای تقوایی با اون مثلا جریان آقای تقوایی با اون پروژه‌ای که شما هستین چند جریان سیاسی جمع شدن همراهی نمی‌کنن نقدایی دارن منظورم اینم نیست که مثلا حالا بیاین همه حزب بشین حزب منظورم هر سطحی از همکاری میونه چپ‌ها بتونه تاثیر بذاره اون یک قطب نیرومندی در مقابل گفتمان‌های دیگه اگر شما مسئله‌تون گفتمان ساده حتی گفتمان سازی باشه در جامعه خب قدرتمندتر میشه اینو گذاشت این آقای کوتاه بذار بودیم دوستان رو هم دعی میذارم که من بعدم وصف کنم آقای تقوایی ببینید من اول به نکته اشاره کردم میخوام اینو دوباره اینجا تاکید بکنم من فکر میکنم یک مسئله پایه‌تر حتی برای این همکاری‌هایی که میگید مسئله که چپ به نظر هنوز بخش زیادی ایدئولوژیک برخورد میکنه این سنت حتی خود ما هم هست ما بهش میگیم چپ مکتبی، چپ ایدئولوژیک، چپ فرقی یک بحث ما داشتیم به عنوان حزب سیاسی در تفاوت از حزب احزاب ایدئولوژیک برای اینکه روشن کنم مطلب حزب هایی هستن حزب مثلا میملا، مارکسیس لینیست، مارکسیس لینیست ماویست، مارکسیس لینیست ماویست خوجهیست همین اسامی نشون میده این ایدئولوژیه بر اساس یه تئوری‌های تحلیل‌های یعنی وحدت یعنی عمل امری گفتم اصالت پراتیک نیست اصالت نظره شما یکی دالنین رو قبول داره یکی استالین هم قبول داره یکی تا ما میاد یکی تا انور خوجه میاد و اینها شاخه ها جریانات اعصاب مختلف میدن و تو خود اون حزبی هم که مثلا به خودش میگه خوجیست میگن این از خط خوجه عدول کرد بنابراین انشاء نمیگه در جنبش کارگری این یه پلتفرم عملی دیگه ای داشت در جنبش برای آزادی سیاسی حرف دیگه ای زد یه جور دیگه عمل میکرد عمل معیار نیست این که از نظر ایدئولوژیک مثلا شما نظرت نسبت به انترنشنال 3 با نظر من نسبت به انترنشنال 3 فرق میکنه جدا میشه
من میخوام بگم هیچ چپی تو دور خود مارکس که دور مارکسیسم کسی جمع نمیشد، مارکس زنده بود. سری انتصار اول که درست کردن سری عمل کردی تو جنبش باکونیست ها بودن، آنارشیست ها بودن، همه بودن. بعدن این سنت عوض شد متاسفانه و تبدیل شد به مرزبندی های ایدئولوژیک فرقه‌ای و اساس انشابات اینه. این دیگه لنین رو قبول نداره، این دیگه ماو رو قبول نداره. اگه ماویست هستید کسی نمیگه این یه نقش مینه تو جنبش کارگری به جایی که به طرف آ میره به طرف ب. پروژه شما این نیست که آقای تقوایی بحث من به دکونیس کارگری به پیوند این جور نیست. هر حزبی دوست داره هم بالاخره همه به حزب خودش فکر میکنه حزب خودش بهتره. نه با جریان دیگه آدم معینی تو جریان نه موزه من نیست. من بحث اساسی میده که از جمله حزب خودمون، من خودمون مثلا رسیم باید بریم بر محور عملکرد و پراتیک انقلابی ارزیابی کنیم. من یه مثال رو تو حزب خودمون زدم، گفتم شما میرید توی پابی میشینید، توی رستورانی میشینید، با دو نفر رفیقتون آبجو میخورید، با کی بیشتر گپ میزنید و صحبت میکنید؟ نه با اونی که با شما هم عمل بوده تو تظاهرات اومده، چون ممکنه شاهی باشه، ممکنه جبهه ملی چی باشه، ممکنه نمیدونم غیر مارکسیست باشه، با اونی حرف میزنید که مواضع و ایدئولوژی نزدیکتری دارید. رفقای ما، نزدیکان ما، کسانی که ما جلب میکنیم و از نظر اول میگیریم. اولین نکته اینه که یکی میخواد بیاد عضو حزب ما بشه، سوال میکنه که نظر راجع به این توری، اون نظر، اون تحلیل چیه؟ با هر نظری داره. میخوام بگم احساس نزدیکی، همبستگی با هم عملات. ببینید الان چپ در برخوردش به روحانی، به نظر برخوردش به انقلاب، معیارایی که الان رفیقمون حسام گفتن، در اینکه پایین رو بندماندی کرد، صف کارگر رو زحمت کش باید انقلاب کرد، به بالایی ها نباید دل بست، اصلاحات هم اگر هست از بالا نیست، تحت فشار پایینه. چپ اینا رو توافق نظر داره، خیلی از چپ اینا رو میگه. اگر بخوای بگیم بریم تو جنبش کارگری چطوری کارگرا رو باید دوره هم جمع کرد، تو جنبش علیه مثلا مذهب چه کار باید کرد، سکولاریسم یعنی چی، اینا رو توافق داره. ولی اینا رو کسی رو میز نمیذاره. وقتی میشن با هم بحث میکنن، اینه که شما راجبه فلان تئوری، فلان تحلیل از امپریالیسم چیه، تحلیل از، و این به نظر من یکی از پایه های انشقاق ها و اختلافات هست. آقای اصافیان میگیم دوست شنانه پشت خطم من کوتاه میگم دقیقا همه این چیزی که رفیق عزیز ما گفتن من توافق دارم، ولی الان ما شروع کردیم یک تلاشی رو. شما هم الان با آقای تقوایی شاید سر پروژه های اجازه دارم همین عرض میکنم که نه، من اون نکته هایی که ما نباید از اختلافات اونجور ایدئولوژیک حرکت کنیم که اصلا با هم دیگه نزدیک نشیم، ما باید ببینیم وفاق ما کجا هست، آیا این وفاق اونقدر چهارچوب داره که در کنار هم دیگه وایستیم یه حد معینی از گفتمان چپ رو ببریم در میان طبقه نیروی کار زحمت همه مردمان رو در مقابل آلترناتیو های دیگر، یا نه. من میگم میتونیم یک تجربه رو ما آغاز کردیم، الان دو سال قبلش هم کار کردیم تا رسیدیم بالاخره 23-24 تا جریان و نهاد و هستن اون تو، داریم تلاش میکنیم که به یک کارپایی جدیتر برسیم. خب رفقای ما هنوز اون تو نیستن، به اون اینجا اونجا من دیدم نقدهایی دارم که خیلی هم شنیده نیست، ولی خب راه ما همینه. سرنوشت چپ یا بایستی اتمیزی بشه، پراکنده بشه. هیچ دکانی به نام چپ به تنهایی قادر نیست به در مقابل موجهای عظیمی که انقلاب در مقابل و هزاران سناریوی برای منحرف کردنش رو تدارک دیدن کار ببینه. سرنوشت محتوم ما نزدیک شدن بر هم با هم دیگر بر سر مشترکات ماست در همون چارچوب عمومی. خب اختلافات ایدئولوژیک ما هم فرصت داریم همیشه، ما اختلاف ایدئولوژی بشه گفتن، منم تاکید میکنم ما اختلاف رو نه که بیایم تمی رو باز کنیم، اختلاف ایدئولوژی علم میکنیم تو اصلا جداتر بشیم، تو هم دیگر به نوکر اپریز به سازش با سرمایه‌داری و اینجور چیزا کم و زیاد منحرف کنیم، دور شدن از طبقه کارگر فلان اینا، پوپولیسم و اینجور دیستا. ما نیامدیم، حتی دارم با عنوان یک آدمی که زندگی کردم توی این جنبش تجربه رو میگم، ما نیامدیم جنبندی دائمی داشته باشیم از میزان وفاق ما و اون اختلافات بگیم کجا ایستاده، در چه چارچوبی ایستاده، و از این نظر متأسفانه ما بدهکاریم. ما بدهکاریم به جنبش مردمان ایران و بایستی خودمون اصلاح کنیم. متشکرم.